در تداوم فشار و ظلم علیه شیعیان هزاره در افغانستان، گروه طالبان به حدود 10,000 خانواده در منطقه نوآباد شهر غزنی دستور تخلیه خانه‌هایشان را داده است. شماری از ساکنان منطقه نوآباد شهر غزنی می‌گویند که طالبان در یک هفته پیش به تمام ساکنان هزاره نشین این منطقه دستور دادند تا سند مالکیت خانه‌های خود را به این گروه بسپارند. ساکنان این منطقه هزاره نشین غزنی می‌افزایند که برای حل این معضل نمایندگانشان را با مدرک خود نزد طالبان فرستادند، اما این گروه بدون مذاکره و بررسی اسناد مالکیت آنان دستور تخلیه خانه‌های این افراد را صادر کردند. شماره از ساکنان نوآباد می‌گویند که همکنون دست کم 10,000 خانواده هزاره در این منطقه سکونت دارند و این زمین‌ها را در قبال پول از صاحبان زمین که در روستاهای اطراف نوآباد ساکن هستند خریداری کردند. ساکنان نوآباد غزنین این اقدام طالبان را تبعیض آشکار علیه هزاره‌ها عنوان کرده و می‌گویند که همکنون تمام ساکنان این منطقه در بیم از دست دادن سرپناه خود قرار دارند. گفتنی است که طالبان در کمتر از 3 سال گذشته چندین بار در استانهای مختلف افغانستان هزاره‌ها را از مناطقی که در آنها سکونت داشتند کوچ اجباری داده و خانه‌هایشان را تخریب و یا غصب کردند. محمد نبی سروری، کارشناس روابط بین الملل از وین همراه ما هستند تا تحلیل ایشان را پیرامون این خبر بشنوید. آقای سروری، با سلام و عرض ادب و تشکر از شما. آقای سروری، این گونه اقدام های طالبان که حکایت از پایمال کردن حقوق اولیه و مسلم شیعیان و هزاره ها داره، تا چه حد با ادعای طالبان مبنی بر رعایت عدالت در حکمرانی تناسب داره و بفرمایید چه راهکارهایی برای مقابله با این زورگویی ها وجود دارد؟ سلام، وقت بخیر دارم خدمت شما، همکاران محترم و بینندگان این شبکه خبری. ممنون. خدمت در شبکه اقدامات ظالمانه و جابرانه رژیم نامشروع طالبانی مبتنی بر غصب هدفمندانه املاک هزاره ها که در حقیقت به قصد فرار دادن هزاره ها از اماکن و محل سکونتشان صورت میگیرد، این نهفته دمو افگار پلید و متاسبانه این دشمنان بشریت می باشد که به دنبال یکسانسازی جامعه هم از لحاظ زبانی و هم از لحاظ تباری و قومی و هم از لحاظ مذهبی می باشند. به می دلیل فشار می آورند تا هزاره ها را عرصه زندگی را بر هزاره ها به هر نحو ممکنی که باشه تنگ بسازند. سیاست تسخیر سرزمین های هزاره های هم پیشینه تاریخی داره که ایره همه می دانند و طالبان هم با اعمال فشارهای انسان ستیزانه خود بر هزاره ها سعی میکنه که زمینه فرار سیستماتیک و تدریجی هزاره ها را از افغانستان فراهم بسازه و از بدو به قدرت رسیدن طالبان ما و شما شاهد کشدادن های فراوان اجباری هزاره ها توسط این گروه ظالم بوده ایم. مورد شهرک نوآباد یک توطئه ناجوانمردانه است که من فکر میکنم این مسئله هم ریشه دمو تفکر باطل طالبانی داره و طالبان مدعیه که زمین ها چی هست؟ املاک دولتی هست، در حالی که حقیقت نداره. زمین های شهرک نوآباد غزنی تعلق به مالکین بومی از اون منطقه بوده است که آنان زمین های اضافی خود به هزاره ها فروختن و خریداری این زمین ها هم طی از 2 دهه اخیر صورت نگرفته، بلکه از بعد به قدرت رسیدن مجاهدین و در زمان حکومت صبغت الله مجددی خریداری این زمین ها شروع شد که من خودم از ولایت غزنی هستم و کاملا در جریان از قضیه خبر قرار دارم و این زمین ها خریداری شد و به مرور زمان ساخت‌وساز شروع شد و اسکان مردم صورت گرفت که حالا بیش از چندین هزار خانوار در اونجا زندگی میکنم. من شخصا فکر میکنم که مصادره املاک هزارها که واقعا هدفمند است،
در شرایط فعلی کار از دست مردم ساخته نیست، فقط تنها میتونیم بگوییم که باعث یک رسوایی بسیار بزرگ و بیشتری طالبان میشود در انظار جهانی. اما در ارتباط رعایت اصل عدالت در حکومت طالبان باید خدمت عرض شود که طالبان با واژه‌هایی چون عدالت، برابری و آزادی رعایت حقوق بشر میانه خوبی ندارند. در شرایط فعلی هیچ راهکاری برای مقابله و جلوگیری از سیستم‌هایی که بر مردم روا داشته میشه وجود نداره. مردم افغانستان در شرایط فعلی خودشان برده‌های بیش حس نمی‌کنند در برابر حکومت طالبان، مگر ای که سازمان ملل متحد با حمایت قدرت‌های بزرگ جهانی در قبال این همه حق‌کشی‌هایی که بر انسان هزار از جانب طالبان صورت می‌گیرد وارد عمل شوند و زمینه ایجاد یک حکومت مردمی و همشمول در افغانستان فراهم نمایند. این تنها یک رای چی است؟ در رای چاره و رای مقابله با سیاست های قوم ستیزانه و مذهب ستیزانه این گروه غاصب و جابر. بله، با تشکر از محمد نبی سروری، کارشناس روابط بین الملل که از وین همراه ما بودند و تحلیل خود را پیرامون این موضوع ارائه دادند.